أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على سيد الأنبياء طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سوا فدا و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در سیر به سوی خدا و هجرت الالله و سفر به سوی مقصد اعلا، یکی از امور لازم فکر است. فکر آینه است، فکر عمیق شدن انسان در تعقل است، فکر چراغ است، فکر دوست و دشمن رو تشخیص میده، فکر انسان رو آینده نگر میکنه، فکر جلو حوادث رو میگیره. آدم صاحب فکر منتظر نمیمونه بلا بیاد بعد گرفتار چه کنم بشه، پیشگیری میکنه. فکر انسان رو در زندگی قرین سلامت و عزت می‌دارد. و یکی از اموری که باید فکر کرد، فکر در مرگ، که توصیه مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی اینه که اول قدم در فکری که عبادته، فکر در مرگ است. حقیقت مرگ رو کسی کشف نکرده، همینجور که حقیقت حیات مجهول است، حقیقت مرگ هم مجهوله. خدایی که خالق حیات، خالق موت هم هست، لکن اموری رو که از اون عالم به ما خبر دادن، هر کدامش میارزد که آدم یه مقداری روزانه براش وقت بگذاره و فکر بکنه. یکی از مسائلی که در روایات ما گفته شده است، احسان به گذشتگانه، طلب مغفرت برای اموات. وجود مبارک حضرت خاتم سر مزار مدفونین در قبرستان بقی حضور پیدا می کردن و به اینها سلام میکردن و برای اینها طلب آمرزش میکردن. اینکه خود وهابی ها، سلفی ها تو اون تابلو دارند السلام علیکم یا اهل القبور، اگر حیات بعد از مرگ حق نیست، اگه میت نمیشنوه، چرا پیغمبر همجور سلامی داده؟ چرا همه زائرینی که بر حسب سنت نبوی در اونجا حضور پیدا میکنن سلام و حضوری میدن؟ السلام علیکم یا اهل الدیار من المؤمنین و المؤمنات و انتم السابقون و انا انشاءالله بکم لاحقون. این نشون میده که اونها میشنوند و این طلب مغفرت ما
به اونها میرسد. در روایت دارد که حضرت عیسی ابن مریم با حواریون از یک قبرستان عبور میکردن، به یه جایی رسیدن، حضرت فرمودن سریع از اینجا رد بشید، اینجا محل عذابه، صاحب این قبر گرفتار عذاب جهنمه. رد شدن، به سرعت رفتن. موقع برگشتن حضرت عیسی مسیح اونجا توقف کردن. حواریون تعجب کردن، یا روح الله موقع رفتن ما رو امر به شتاب کردید، ولی حالا خودتون ایستادید. فرمودن موقع رفتنمون در عذاب بود، ولی حالا عذاب ازش برداشته شده است، در یک نعمتی به سر میبره. حضرت عیسی از خدا درخواست کرد که چی بود قضیهش. از جانب پروردگار متعال به حضرت عیسی گفته شد که این گرفتار گناهاش بود، ولی فرزندی داشت که اون فرزند به بلوغ رسید و راهی رو صاف کرد که این مسافرین گرفتار مشکل نشن. یا برده ای را آزاد کرد، دو سه جور نقل شده. این اثر کار پسرش موجب خلاصی این بنده خدا شد. معلوم میشه که آدم فرزند صالح داشته باشد که روایت دارد اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی آدم میمیرد عملش منقطع میشه، یک کاری ازش ساخته نیست، زمینه کار تمام شد، هیچ تولیدی برای خودش دیگه نداره. به اون عالم که رفت سر سفره گذشته خودشه، از اونجا به بعد هیچ کاری تولیدی نداره. یک لا اله الا الله، یک سبحان الله، یک استغفر الله حسرتش رو داره، هیچ کار نمیکنه. اما سه چیز است که برای او حساب جاری داره. یکی صدقه جاریه است. کسانی که مسجد ساختن یا در احداث مسجد شرکت کردن، کسانی که مدرسه علمیه ساختن یا در احداث اون شریک شدن، کسانی که حسینیه ساختن، کسانی که هیئتی تأسیس کردن بعد از خودشون مردم در این هیئت جمع میشن یا حسین میگن، تبلیغات دین میکنن، کسانی که وقف کردن، وقف به ایتام کردن، وقف به طلبه ها کردن، وقف به روزخانه کردن، وقف به معلولین کردن، وقف به سرطانی ها کردن، اینا بعد از مرگشون هرچی از این موقوفات به اونا میرسه، آیدش در عالم بعد از مرگ برای اونها هم موجب گشایش و شادی روحشون یا ارتقاء درجاتشون هست. و کسانی که نوشته ای ازشون مونده، کسی اثر علمی ازش بماند، برای هر حرفی که اون نوشته است در فضائل امیرالمؤمنین یا موعظه حدیث نوشته بعد از خودش اشخاصی نگاه میکنن، در مورد شاعرین اهل بیت عصمت و طهارت، لکل بیتن بیتن فل جنه، یک شعر که در مورد حضرت علی یا ائمه گفته میشه، خدا برای هر شعر یک خانه در بهشت بهش میده. اما کسری که از اثر علمی دارن مثل مرحوم مجلسی، اینها برای هر حرفی از این کتابی که مردم میخونن، خدای متعال قصری اونجا براش بنا میکنه. اثر علمی که موجب هدایت بشود، این برای انسان باقیات صالحات، موقوفات و آثاری که در امور خیریه، در امور دینی از او استفاده میشه، این هم موجب ارتقاء درجات میشه. ولدون صالحون یدعو له، فرزند صالحی که برای این میت دعا بکنه، اونم موجب ارتقاء درجات یا رفع گناه میشه. در این رابطه بعضی از رویاهای صادقه رو بزرگان ما مثل حاجی نوری در کتاب شریف دارالسلامشون آوردند، و مرحوم عرض می شود که هاشم قزوینی
در آخر منتقب تواریخشون حکایات تکان دهنده ای آوردن، مرحوم علامه تهرانی در کتابشون آوردن، مرحوم آشق عباس قومی در منازل الاخره یاد کردن که در این رابطه هم خود مسئله خواب را جدی بگیرید. خواب از آیات خداست، از نشانه های خداست. خواب هم روزنه است، انسان را با عالم غیب مرتبط میکنه و هم نشانه تجرد روحه. یکی از دلایل تجرد روح همین رویاهای صادقه است و هم نشانه است که آدم نمونه ای از برزخ رو در همین جا در خودش میبینه. این رویاهای صادقه فعال شدن چشم برزخی ماست. برزخ هم خواب دیگه، مرگ برای ما خوابه، منتها در این خوابهایی که میبینیم بیدار میشیم، اون خوابی که با مرگ شروع میشه دیگه بیداری برگشت نداره، ولی همون رویاهاست، همون انعکاساتیست که آدم با حقایق اون عالم پیدا میکنه. لذا میبینید حضرت یوسف منشأ این ترقیات و امور عجیبهی که براش پیش آمده یک خواب بود. اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت و هم لی ساجدین. یا رویای حضرت ابراهیم خلیل که خواب میبیند، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، در خواب مسئله ذبح اسماعیلش رو میبینه، ولی هم در ظاهر تأویل میشه و هم این خواب او پیام پیامبری بود، برای او تکلیف ساز بود و مکتب عشق را حضرت ابراهیم خلیل با یه خواب بناگذاری کرد. رویای رسول اکرم که بعد از او بر منبرش میمون ها بالا میرن که تعبیر شد به حضور بنی امیه و قصب خلافت، ما فرمول های قواعدی دستوراتی در کتاب هامون هست که اگر کسی بخواهد امیرالمومنین رو در خواب ببینه یا امام زمان رو در خواب ببینه، دعاهای اعمالی مقرر شده که اگر انسان انجام بدهد وجود نازنین حضرت حجت رو میبینه یا امیرالمومنین علیه السلام رو میبینه، نتیجه عمل خودش رو میتونه ببینه، میتونه در خواب ببینه. خواب از عجایب عالم خلقت، خواب برداشت و تلقی جدیدی از هستی شناسی است که عالم هستی فقط این محسوسات ما نیست، ورای محسوسات عالمی وجود دارد که در اون عالم اگر انسان اشراف داشته باشه کارهایی که هنوز نیامده میتونه این رو ببینه، یا واقع شده ولی ما اونجا نبودیم میتونه این رو ببینه. یکی این که بعضی گذشتگانمون گاهی بدهی دارن، گاهی نمازی نخوندن، روزه نخوندن، بدونید اونجا گرفتارن، ولی ما میتونیم برای اونا کاری بکنیم. بیاید برای خدا، حتی کسانی که خیلی باشون رابطه خوبی نداشتید، اگه امکاناتی داشتید بتونید برای کسی، میدونید فامیلتون هم نیست ولی در نمازش گیر بوده، در روزش اشکال بوده، براش احسانی بکنید، کاری بکنید. آدم هر کار میکنه برای خودش میکنه، شما برای دیگران میکنید، برای بعد از مرگ هم یک کسانی پیدا میشن به داد ما برسن. دوم این که ما باورمون بیاد این تکالیفی که با عهده ما هست شوخی نداره. اگر تکالیف الهی در اینجا به نحو درستی انجام نشد، وزر و وبالش در عالم برزخ دامن ما رو میگیره. نماز رو جدی بگیریم، روزه رو جدی بگیریم، از همه اینا مهمتر حق الناس. حق الناس یکی از مسائلی است که به این سهولت مسئله حق الناس برای انسان قابل حل نیست.
لذا هم مسئله رو برای حیات خودمون جدی بگیریم که اونجا دست خالی نریم، بدهکار نریم، ضایع کرده یه نماز نریم و بدهکار خدا و خلق خدا نریم. نسبت به پدر مادرمون هم هر روز یک کاری بکنیم، محتاجن، چشم راه هن. و این کان ابوهما صالحن در جریان حضرت موسای کلیم و خضر که حضرت موسی با خضر از خدا درخواست کرده بود عبدی رو خداوند به او نصیب کرد، با او به موسی گفت نمیتونی با من همراه باشی، نکلن تستطیع معی صبرا. جناب موسی گفت خب اگه صبر نکردم جدا میشیم دیگه. سه قدم حضرت خضر با او در مسیر اسرار پیش رفت. قدم اول این بود که کشتی رو سوراخ کرد و داد حضرت موسی بلند شد که کشتی مردم رو چرا داری سوراخ میکنی؟ قدم دوم این بود که جناب موسی یه جوانی رو زد کشت. جناب خضر موسی رسماً به عنوان نهی از منکر فریاد زد یه آدم بیگناهی رو داری میکشی. و قدم سوم این بود که یه روستایی رسیدن، هر دو گرسنه بودن، خسته بودن، از اهالی اونجا درخواست کمک کردن، اونا هیچ کمکی نکردن. خسته مایوس از اون ده بیرون میومدن که در حاشیه ده یک دیواری داشت خراب میشد. جناب خضر دستش رو آستین رو زد بالا و آب آورد، گل درست کرد و به حضرت موسی گفت کمک کنین دیوار رو درست کنین. باز اینجا موسی اعتراض کرد، انتقاد کرد. این مردمی که اینقدر بی‌معرفتن با مهمانشون جفا میکنن، حالا خود اونا هیچی، دیوار ده اونا رو ما بیان درست کنیم. حضرت خضر بعد از آنی که این سه قدم رو رفت و او هی اعتراض کرد، جناب خضر اعلان کرد که اما من کشتی رو سوراخ کردم برای اینکه یک ملک غاصبی بود، کشتی هایی رو که سالم بود غصب میکرد. من یه سوراخ نکرده بودم، از دست مالکش رفته بود. من با این سوراخ کردن کشتی رو بیمه کردم، ناقصش کردم که از دست نره. اما اون پسر رو خدای منان دستور داد به خاطر اینکه اگر میمون در آینده جنایت هایی بنا بود انجام بده، پیشگیری شد از جنایات او. کار حضرت اسرائیل رو کرده دیگه، اگه کسی جوانش میمیره، بچهش میمیره، کسی به حضرت اسرائیل و خدا اعتراضی که نداره، که این عمرش همونقدر بوده. خدا هم کار اسرائیل رو به جناب خضر واگذار کرده. حکمتش هم بود که اگه میمون خیلی جنایت ها میشد، پیشگیری شد از جنایات. و اما چرا این دیوار رو در میان یک مردم جفاکار و بخیل لعیم چرا این کار رو کردیم؟ فرمود که پدر صاحبان این دو پسری بودند که مالک این دیوار بودند و زیر این دیوار گنج بود که اگر این تخریب میشد این گنج مشخص میشد و به یغما میرفت. پدر اینها آدم صالحی بود، پدرش که وفات کرده او آدم صالحی بود. به خاطر اینکه پاداش اون مرد صالح رو بدیم، فرزندانش باید از این گنجی که پدر مخفی کرده بهره مند میشدن. این صالح بودن اولاد، گاهی صالح بودن پدر برای فرزندان کار میکنه، گاهی صالح بودن فرزند برای پدر کارایی داره. انشاءالله هم برای فرزندانمون پدر خوبی باشیم، هم برای پدرانمون، مادرانمون چه هستن چه از دنیا رفتن، فرزندان خوبی باشیم و بدانیم که عالم برزخ عالم سختیه. به داد برزخیان برسیم تا هستیم نه تنها به بندگانی که باشون حشر و نشر داریم خدمت بکنیم، گره باز کنیم، اونها احتیاجشون از زنده ها بیشتره، چون زنده رو ما اگه کمک نکنیم ممکنه یکی دیگه بیاد کمک بکنه. ولی کسانی که از دیده رفتن، از دلم رفتن، این پدر مادرامو تا یه سال ازم یادش میکنه.
بعدشون نمیبینه یواش یواش فراموش میشن. به این فراموش شده ها فریاد رسی بکنید. بیچارن چیزی ندارن. منتظرن شما برای اونها کاری بکنید. به 6 ماهه ابی عبدالله به سوز دل حسین در قربانی شدن علی اصغرش قسمت میدهیم. امام زمان رو برسان. خدایا جریان تکفیر را ریشه کن بفرما. به حق محمد و آل به باول حوائج من حضرت علی اصغر، حوائج ملتمسین، حاضرین، عزیزانی که با ما عهد دعا دارند، اونایی که ما را دعا کردند و ما اونا را نمیشناسیم، همه را حاجت روا بفرما. الهی پروردگارا حسن عاقبت برای ما مقدر بگردان. امام ما، شهدای ما در پیشگاه حضرت سید شهدا محشور و روحشون را از ما شاد بگردان. خیر و برکت به زندگی و ایمان و عبادت و کار ما نازل بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.